انالیسیس بکنه که راه‌های حل دیگه را پیدا بکنم اگر ما بتانیم محصولات داخلی خود هم در داخل افغانستان با مصرف برسانیم و هم بتانیم که در خارج از کشور استفاده بکنیم. دوستای عزیز، دو دوست ما که جایزه برشان برامده با یکی جسر است و با یکی موتو است. با خوب در آخر برنامه دیگر جایزه خدا به دست بیاریم. The weird او افتخار زایده د افغانستان تجارانو د پاره دا چې د افغانستان تجارانو اتحادیې رئیس دلته ګډون کړی دی، مشرانو ګډون کړی دی. د ټولو نه هیله دا ده چې افغانستان داخلي تجارانو تر شا ودریږي او انشاءالله درېدلی دی. یو ظلم دی، زغمی جوان یو ظلم دی. بازار که ایجاد شده از بازار است که به حساب یک چیز لوجستیکی است که یک به حساب همین کار و بار همین یک خود بازار با مردم مهم است. بازار است که به حساب همین به حساب از اینجور شده که مردم های بزاعت سر کار شوند و دیگه یک شرکار باره است که به کل ملت به کل چیز به حساب یک کوپراتیفی به حساب یک چیز باش با کلگی یک بسیار کل چیز خوب است، نیک است. ولی می ارزش داره که مردم سر کار میشه، مردم سر یک ماش میشه، به حساب فامیلا بسیار خوب است. به خاطر از اینکه بسیار کار نیک است، مردم سر کار که به این میشه که یک نفقه فامیل خود، نفقه خانه خود میتونه که از اینجا به دست بیاره. او یو تبر در تواخلا باقا وقت کم دقا روزگار نوا دی فقر و دی فاقی وقت ما نلار سغرطا اول تا بلرگی ووهی را بیوڑی بازار که بخرسی هم دی جانبتی در تجارت شروع کی ناقا صحابی هم دسی وکڑا یو رسی او یو تبرگی وقت اصلا و تاکار شروع که اغار تجار و برس خمیدار تینا جورزد نو ایزت مند و منگو تاس با دی صفر نشروع کو انشاءاللہ امید اللہ تعالی تستاسی منگو تاس بخبر خوبانی ادری گو. البته تجاران سرا رشتین تجاران سرا وکپ و قدری کو تقدیر کو حمایه کو عودی سرا لولاند که مغم داسی دی چی دا رقم بازارونه تر اوسه پورې په کابل کې هیڅ افتتان لري او هیڅ موجود هم نشته تر فعلا پورې، ځکه که هر څوک جنس اخلي که منډۍ ته ځي، که هر ځای ته ځي، یا مثال مغازو ته ځي، هر ځای ته ځي، نو هغه نرخ به یې معلوم وي. یو ځای کې یو نرخ، بل ځای کې بل نرخ، ولې د دې ځي بازار نرخ ډېر ثابت نرخ دی د منډۍ نه په ارزانه توګه. تاسو هر شی چې ترلاسه کولی شئ دلته انشاءالله ترلاسه کولی شئ، او دا ځل دا رقم بازارونه ډېر زیات مفید دي. چې ډېره مننه د کاري فرصتونو راته وایي چې څومره کاري د کاري فرصتونو به درته زه دومره ووایم چې فعلاً دپاره خو یو سل شل نفره تقریبا موږ سره کار کوي. بیا په کابل کې چې دی دغه ایزګاګانې چې دي په کابل ښار کې، که تاسو د ایزګاګانې وګورئ د هغې تر څنګ یو وړې وړې غرفې دي چې زموږ انشاءالله شاروالۍ سره خبرې روانې دي او ډېر نهایي دي. نو په ډېر نږدې وخت کې به انشاءالله هغه ایزګاګانې زموږ په لاس ته راشي، قرارداد به یې موږ ونیسو او تقریبا 240 نفر ته موږ نور هم کولی شو چې د کار زمینه ورته برابره کړو. د ده تر څنګه زموږ شرکت لوجستیکي سیدزاده دومینیکان د ورځې بازارونه لري چې مثال یو ورځ به شهره کې امارات، یو ورځ شهره کې پولیس، یو ورځ به شهره کې حاجي صاحب سمی، یو ورځ به شهره کې اجنبي وي، شهره کې طلایي. نو دا بازارونه انشاءالله ډېر مثبت. ډېره مننه. دا راته وایي د ځوانانو د کډوالۍ مخه په دا ډول بازارونو رامنځته کولو نیول کېدای شي؟ بلې بلې، په دې صورت کې کېږي چې هغه ځوانان چې کډوال دي او هغې د فعلاً بیکاره دي، تحصیل کردم وی او بیکاره دي، نو هغه دپاره د کار زمینې یو ډېر ښه فرصت دی دلته. هغه ورونه کولی شي چې زموږ اداري ټیم سره تماس ونیسي، انشاءالله هغوی د به ورته په مختلفو رشتو کې به هغوی ته تقرر ورکړي. هغه پانګوال چې له هېواده بهر دي، له هغوی څخه دې غوښتنه څه ده؟ هغه پانګوالو څخه مې غوښتنه دا ده چې په ځینې برنامو کې زموږ حمایت وکړي، موږ سره لاس په لاس شي او موږ سره ودرېږي. انشاءالله زموږ د دغه بازار ایجاد او د دغه شرکت عمومي هغه برنامه هدف ممداره چې فعلا دپاره داخلي تولیداتو ته رشد ورکړو، داخلي تولیداتو ته رشد ورکړو، ترڅو داخلي تولیدات عام خلک، ټوله دنیا، ټول خلک د ده څخه هم استفاده وکړي. هم هغې خب به این معنا که اتیبا یک بخش اتیبا کسایی هستن که از لحاظ اقتصادی جامعه ما را درمان تکنند.
یک تعداد دکتر صاحب هستن که ما شما را از لحاظ فیزیکال تبابت میکنن و یک تعداد دکتر صاحب هستن متخصصین هستن که جامعه را از لحاظ اقتصادی همانند خون در رگ‌های جامعه شریان های جامعه را حفظ میکنن که تو از بدبختی و نابسامانی و مشکلات حفظ شده. خب وقتی که ما جایگاه اقتصاد را از لحاظ علمی و تخصصی پیدا کردیم که نهایت معتبر و همچون خون در رگ‌های ما هست، پس با اقدامات بزرگایی که موجب تأسیس و موجب ایجاد برنامه های کلی اقتصادی در سطح کشور میشن، اونها را هم باید تو شما جایگاهشان را نادید قرار ندید. از آن جمله محترم محمد یعقوب الحاج محمد یعقوب سیدزاده که مؤسس از این شرکت هستند، باید ما قدردانی بکنیم از این بزرگای خود که اینها زمینه اشتغالزایی و زمینه فرصتهای مناسب را برای نسل جوان امروز و فردای ما فراهم ساختند. و از جانب دیگر زمینه های نهایت خوبی را برای پیشرفت صنعت برای مردم افغانستان مخصوصا کابل نشین های ما شما برای شرایط دولنی فراهم ساختند. پیشتر من خدمت شما عرض کردم که جایگاه اقتصاد نهایت معتبر و عظیم است در زندگی ما. پس افرادی که از کوچکترین برنامه اقتصادی در شرایط امروز جوانای ما شما را از جامعه بالینی ما شما را از لحاظ اقتصادی دستگیر بشن، یک کلانتری یک افتخار برای امروز و یک تاریخ بسیار زرینی را برای فردای عظیمان برای ما شما باز میکنند. بنابراین ما میخواییم که در قدم نخست عرضه خدماتی را که شرکت لوجستیکی و خدماتی سیدزاده دومینیکن برای هموطنهای عزیز در شهر کابل و حتی در ما در نظرداشت امکانات و مرور زبان در ولایات بر مردم عزیز افغانستان فراهم ساخته است او را در قدم نخست پیشکش بکنم. بعد از اون روی اهداف و پلان استراتژی که این شرکت به شکل یک شرکت خدماتی و خیر عرضه خدمات خوب را برای مردم فراهم می سازد روی از اون انشاءالله بحث میکنم. حداقل این فرصت زمانی که بر ما شما مساعد میشه و یک اجتماع بزرگ از تاجران و متشبثین و مستاجرین افغانستان را با شما در کنار خود داریم. الحمدلله اونها همه کشان وعده سپردند و وعده میسپارند انشاءالله تعهدشان را میگیریم که دست ما را در تمام این مسیر خیر اونا باید بگیرند و اقدامات مناسب اقتصادی را در چارچوب قانون بر ما شما فراهم بسازند. دوستای نهایت گرامی، با در نظر داشت تسهیلات و امکاناتی که شرکت سیدزاده دومینیکن امی بازار تخفیفی را که فعلا شما مشاهده میکنید برای همگی فراهم ساخته است، ما میخواییم یک مقدار روی از این خدمات برای شما معلومات بدهیم که در حقیقت این مؤسسه یا این شرکت مثل شرکت های دیگر لوجستیکی نیست که فقط هم یک بخش خدمات لوجستیکی را برای مردم فراهم بسازد و در چارچوب قانون فعالیت لوجستیکی خود را محدود ساخته باشد. منحصر به یک اداره یا منحصر به یک بخش لوجستیکی نیست، بلکه خدمات از این دامنه بزرگی را گسترش داده است. از آن جمله افراد اشخاصی که هویت یا کارت از این شرکت را مستفید می باشند و در اختیار می داشته باشند اونها و معیارات قانونی را که شرکت سیدزاده بر از اون پیشکش میکنند او را برخوردار باشند، در حقیقت اینها می تانند که اولین بحثی که مهم و حیاتی است به شکل اقساط از این اموال را استحصال بکنند. به طور مثال ما شما مامور صاحبا و مدیر صاحبای دولتی را مشاهده میکنیم که امکانات محدود، استفاده و مصرف نامحدود و به صورت کل شما وضعیت زندگی مردم افغانستان را که میبینیم ما یک کشور مصرفی هستیم متاسفانه. خب با توجه به اینکه دانشمندای غربی میگن
شما سر گنج خواب هستیم ولی از گنج استفاده کردن رو میتونیم. یعنی شما میتونیم اتومات به کشور تولیدی مبدل شوید اما خودتان از این امکانات و تسهیلاتی که داریم استفاده نمیکنیم. خب ما پس همین اقداماتی را که در اینجا برای جامعه خود پیشکش میکنیم مخصوصا بر کارمندهای دولت، ادارات خصوصی و سکتورهای خصوصی که کارمندهای خود بر ما معرفی میکنند در قدم نخست اولین خدمتی را که برای اینا ما پیشکش میکنیم ما ارزی خدمات اقتصادی و لوجستیکی را به شکل اقساط برشان پیشکش میکنیم. به صورت معمول خدمت دار عرض بکنم که فرض کنید یک کارمند دولت 10,000 افغانی معاش میگیرد و 10,000 افغانی تکلیف فامیلش مشکل است که به تمام معنا احتیاجات فامیل خود را مرفوع بسازد. ما بر از اینا اولین خدمت مهمی است که به شکل اقساط 10,000 افغانی را پیشش نمیگیریم که آدم مشکلات مریضی و دیگر مشکلات خود را مرفوع ساخته نکنه. به شکل اقساط برشان مواد میدیم از شرکت و کارت شرکت را برخوردار میباشند. در عرصه های مختلف و خدمات عام المنفعه ما نظر به قرارداد که با شرکت ها داریم بر از اینا از جمله خدمات ترانسپورتی بر از اینا پیشکش میکنیم که یک نفر اگر کارت همین اداره را میداشت باشه و اقناع قانونی ما را فرام میساخته باشه ما بر از این سهولت های متعدد دیرن حتی بر سفر که میکنن از طریق امکانات از شرکت مستفید شده میتونم. یک بخش نقطه بعدی ما شما میدانیم که زندگی با یک تعداد مواد اولیه نیازمند است. یعنی زندگی ما شما در هر سیزن سال یک تعداد مواد اولیه لازمی را باید ما شما از ناس تسهیلات زندگی و مشیتی باید در اختیار خود داشته باشید. شامل لوازم پوشاکی و غیره میشه که شما میبینید ما الحمدلله سپالایش در اینجا داریم این را به شکل مناسب و پایین‌تر از نرخ بازار برای شما مطابق تقاضایی که میداشته باشین ما عرضه میکنیم هم برای قشن ذکور و هم برای قشن اولاس برای افراد اشخاصی که در سنین متعدد زندگی میکنن ما خدمات خود را فراهم میزنیم. نقطه بعدی لوازم بهداشتی را خود در اختیار خود داریم که لله الحمد شرکت های زیادی با ما همکاری خود را آغاز کردند چراغ سبز نشان دادم و ما قراردادهای جامع و طویل مدت را با اونها داریم. این شرکت ها شامل شرکت های بهداشتی هم میشن بر ما اموجنس برند با کیفیت را عرضه میکنن و ما مطابق تقاضای مردم برشان این سهولت ها را فراهم میکنن. در پهلوی از ما در حقیقت افراد اشخاصی که غیر کارمندهای دولتی هم هستند یعنی در یک انجو یا در یک ساختار اقتصادی یا غیر حکومتی کار میکنند برای از اینا هم با سهولت‌های خود را داریم و پیشکش میکنیم که لااقل اگر با ما قرارداد می داشته باشند همون خدماتی را که قبل در خدمت شما پیشکش کردند اون خدمات و تسهیلات را برشان پیشکش میکنیم با نرخ ناظر، با تخفیف ویژه و با در نظر داشت امکانات و سهولت های قانونی را که ما در چارچوب و در چوکات قانون تجارت افغانستان و با در نظر داشت موازین بین المللی ما این را فراهم میزنیم برشان. نقطه دیگر که خیلی معتبر و اساسی در زندگی ما شما هست یک تعداد دکاکین هستند که از زندگی نامه پیغمبر معظم اسلام صلی الله علیه و سلم اگر ما شما به این طرف من حیث مسلمان تحقیق میکنیم و سادگی پیدا میکنم که تجارت یک بخش اساسی و عظیم زندگی ما شما را تشکیل میکنیم. یعنی به این معنی ما اگر بخواییم که تجارت بکنیم ظرفیت های اقتصادی را داشته باشیم توانمندی های اقتصادی را بخرج بدیم کارکرد ما متناسب با امکانات ما باشه یعنی ما مصرف ما مطابق دخل ما باشه ولی ما کاری را در اینجا زمینه را فراهم بسازیم که دکاندارا و دکاکینه که متقاضی عرضه خدمات خوب در جامعه باشه ما به شکل اقساط بر از اون را هم میدانیم که مطابق یک تضمینه که به شرکت ارائه میکنن عرضه خدمات برشان داخل خب
حالا دیگه یک سلسله از خدمات را به شکل کلی ما خدمت شما پیشکش کردم و جای شک و تردید نیست که ما در عرصه های مختلف یک سلسله معیاراتی را و تخفیفاتی را برای هموطنا و همشهریهای عزیز خود در نظر داریم و مطابق کادرهای علمی و کمیته که ما در پهلوی خود داریم تلاش های را به خرج میدیم که مطابق امکانات بنشود و تأسیس خدمات عامل منفع هم کار ساده نیست که ما همگی ما بتانیم این موضوعات را مدیریت بکنیم. در پهلوی از که ما خدمات عامل منفع را میخواهیم برای جامعه بشری پیشکش بکنیم ناگزیر هستیم که افراد کاریزماتیک را در چارچوب قانون با خود داشته باشیم، اونها بر ما کارآفرین باشند. شما میبینید که در امی اواخر رشد صنعت افغانستان چشمگیر شده، مخصوصا در نمایشگاه های گمایش را میکنیم از قشر اوناس و زکور از اردو طبقه میبینیم که در صنایع دستی و صنایع تولیدی افغانستان افراد مختلف نقش و دسترسی خود دارند. خب شرکت خدمات لوجستیکی سیدزاده دومینیکن فعالیت هایش مشخصا در بخش های مختلف است، از جمله تأسیس بزرگترین مجتمعات تجارتی به خاطر توزیع و تسریع امورات تجارتی و مواد ارتزاقی. گذشته از اون ایجاد بازار روز در چند شهرک و نوایی شهر کابل هست. این بازار البته به شکل تخفیف یا به شکل قیمت های مناسب غرفه های سیاری که ما در اختیار خود داریم در بازارها و در نوایی شهر کابل مایرم به شکل روتی فرشان پلان داریم و ایره پیشکش میکنیم. این دومین تسهیلاتی است که ما شما ایره برای هموطنا و همشهریهای عزیز خود پیشکش میکنیم. نقطه سوم تأسیس و برگزاری نمایشگاه دائمی است که ما اقل نمایشگاه های دائمی را هم در نظر داریم که بزرگترین فرصت تأسیس بکنیم و در مراحل متعدد مطابق استراتژی که این شرکت در اختیار خود دارد این را هم بر همشهریهای عزیز خود موعده میدیم که نمایشگاه های دائمی را در نظر داریم انشاءالله تأسیس میشه. و همچنان تأسیس 250 غرفه استاندارد در ساعات مختلف شهر کابل که شهروالی کابل هم در این عرصه چراغ صف نشان داده. شما میبینید که وقتی که شما از خدمات ترانسپورتی در ساعات مختلف شهر کابل استفاده میکنیم میبینید که با یکی از مواد اولیه ضرورت داریم، ولی هم خدمات در کنار ایستگاه ها و مناطق مختلف موجود نیست. این ما در نظر داریم که به شکل استاندارد و مطابق تقاضای جامعه ما و شما و با در نظر داشت تخصیص منابع و امکانات این برای جامعه بشری و برای مردم عزیز خود پیشکش میکنیم. اسمی که میبینیم در یکی از غرفه های دیگر این نمایشگاه قرار داریم، برادر عزیز ما در کنال ماست، با این نام آشنا میشم. سلام، تشکر، زنده باش، وقت شما بخیر. لعل‌الدین ملک‌زاده، مسئول شرکت کارتنسازی شهیر محمدی. برادر عزیز، شرکت شما چه تولیدات داره در افغانستان؟ تشکر، قسمی که اسمش معلوم است شرکت کارتنسازی است که جواز رسمی ثبت لاجستر وزارت محترم تجارت میباشد، مدت 5 سال میشه که فعالیت دارد.
کدام نوع کارتنا را شما؟ ما کارتنای مختلف را جور میکنیم، در قسمت چاپ، دیزاین، سه لایه، پنج لایه، هفت لایه با اوراق مختلف. با تمام شرکت های افغانستان شما جور میکنید؟ پارک های صنعتی که زرد؟ بله، مشکل نداره. هر نوع کارتنی که با فرمایش مختلف باشه ما میتونیم خدمات عرضه کنیم. باز نسبت به کارتنای چینایی و کشورهای دیگه پاکستانی که در نسبت به شما چی تفاوت؟ تفاوت برای تجار دارن. سرمایه گذاران عزیز وقتی که به ما کدام عرض را میتن برشان نسبت به دیگر کشورها ارزان تموم میشه، چون تولید افغانستان هستن میتونن بدون مصارف لوجستیکیشان، گمرکیشان، مالیاتیشان در افغانستان به دست قرار بدن. مثلا من خود شخصا یک شرکت جور میکنم، میخوایم که یک کارتن، یک دیزاین شما تیار کنید، در چقدر وقت تیار کرده میتونید؟ خب نسبت به تعداد کارتن هستن ما میتونیم از 3 روز گرفته تا 10 روز با تعداد مختلف کارتن تحویل مشتری عزیز بدیم. شما ایران بگوین که این مواد اولیه زیر از کجا به دست میارین؟ ها در افغانستان از یا از خارج میارین؟ خب ما دو نوع مواد اولیه داریم، مواد خام، یکی از ایران و پاکستان، یکی از افغانستان. ما مشتریای داریم که قرارداد بستیم با ایران و پاکستان، مواد اولیهش از اونجا فراهم میکنیم. چقدر هموطنان ما در شرکت شما مصروف کاروبار است و از این طرف خانواده شان؟ با تعداد 15 نفر کارگر داریم که 5 نفر دیگه مسئول خریداری و مدیریت و اینا هستن، که جمله 20 نفر همشریای عزیز با ما فعالیت میکنن. شما با در قسمت تولید با چی مشکلات، با چی چالش های قسمی که شما شاید از دیگر صنایع و تجارای محترم شنیده باشین، در بخش مالیاتی، گمرکات و برق خیلی ضرورت داریم، کمبودشان داریم که باید حکومت اسلامی، امارت اسلامی رسیدگی بکنن، البته جدیتر در برق. به ایران بگوین که از زمان جمهوریت که فعلا مثلا همین تولیدات شما کاهش یافته یا افزایش پیدا کرده؟ اگر حقیقت بینگریم قبلا کاربار خوب بود، قبلا کاربار خوب بود، چون بسیاری از جوان ها سرکار بودن، تجارت بین المللی داشتن، با کشورهای مختلف قراردادهایی داشتن که اونا صادرات و واردات داشتن در افغانستان. معلوم دار است که اون وقت بود، الحمدلله فعلا هم شکر خوب هستن، رضایت داریم. از نظر شما من حیث یک جوان یا نماینده همین شرکت وضعیت امنیتی افغانستان فعلا چطوره؟ اگر ما به 20 سال قبل بنگریم لله الحمد وضعیت امنیتی افغانستان در حالت کنونی بسیار خوب شده، از نظر امنیت، از نظر همگانی. اما بعضی از مشکلات های هستن که انشالله با مرور زمان حل میشه. اون بیکاری هستن، بازار هستن، تحصیلات هستن، انشالله که بعدا اینا جور میشن. بسیار خوب. در اخیر تاجران و سرمایه‌داران که خارج از کشور رفته، مثلا شما گفتین که در شرکت شهیر محمدی 20 تن از هموطنان ما، جوانان ما کار میکنن، اگر سرمایه‌های افغانستان که به دبی رفته، ترکیه رفته، اگر بیان، چقدر هموطنان ما میتونه که در این شرکت ها یا سرمایه گذاری بکنن، مصروف کار شان تا مجبور نشن به کشورهای همسایه؟ اگر ما فکر بکنیم در افغانستان بسیاری شرکت ها و فابریکات بسیار بزرگی بودن که حال فعالیت ندارن و خارج از کشور رفتن، قسمی که ما میبینیم در یک شرکت که کارتنسازی شهیر محمدی با ظرفیت 20 نفر کارمند دارن، اونایی که خیلی شرکت های بزرگی هستن، معلوم دار هستن که خیلی زیاد و خیلی کارمندای زیاد را میتونه که با خود داشته باشن، فعالیت بکنن و برایشان زمین سازی کار بدهن. خواهش ما از سرمایه گذارانی که رفتن ای است که پس برگردن به افغانستان، سرمایه گذاری بکنن تا صنایع افغانستان و تجارت افغانستان گسترش و پیشرفت پیدا کنن. خواهش میکنم. قربان، تشکر زنده. لید نیوز، جایگاه خبرهای متفاوت.